کتاب صوتی خالکوب آشویتز نویسنده هدر موریس فصل 24 پاییز به شدت سرد است بسیاری جانشان را از دست می دهند لالی و گیتا به بارقه امیدشان می آویزند. گیتا شایعاتی را که درباره روزها میداند به دختران بلوکش میگوید و آنها را به باور اینکه می توانند از آشویتس جان به در برند ترغیب می کند. سال 1945 که شروع می شود دمای هوا پایین تر می رود. گیتا نمی تواند مانع از دست رفتن روحیه ها شود. پالتوهای گرم کانادا نمی تواند سرما و ترس از یک سال دیگر اسارت در دنیای فراموش شده برکناو آشویتس را دور نگه دارد. انتقال ها کاهش یافته است این مسئله تاثیری ناخوشایند بر زندانیانی دارد که برای اس اس کار می کنند به ویژه کارکنان کوره ها کار کمتر آنها را در خطر اعدام قرار می دهد لالی مقداری ذخیره دارد اما ذخیره پولیش بسیار کاهش یافته است و کارکنان محلی از جمله ویکتور و یوری دیگر به اردوگاه نمی آیند متوقف شده است لالی خبرهای امید بخشی شنیده است. دو که در انفجارهای مبارزان مقاومت آسیب دیده بودند تعمیر نخواهند شد. برای اولین بار از وقتی که لالی به یاد می آورد، تعداد خروجی های بیشتر از ورودی هاست. گیتا و همکارانش به نوبت آمار کسانی را که احتمالاً به اردوگاه های کار دیگری اعزام می شوند، ثبت می کنند. در آخرین روز ژانویه وقتی بلالی گفته می شود لون رفته است برف سنگینی روی زمین نشسته بود او از پارتسکی که کنارش راه می رود می پرسد آیا می داند لون را به کجا فرستادند؟ پارتسکی پاسخی نمی دهد و بلالی لالی هشدار می دهد که ممکن است خود او را هم به بیرون برکنا اعزام کنند. اما با این همه لالی هنوز می تواند غالبا بدون دیده شدن ادامه دهد زیرا مجبور نیست هر صبح و شب در سرشماری حضور داشته باشد امیدوار است چون این چیزی او را در اردوگاه حفظ کند اما به شرایط گیتا چون این اعتمادی ندارد بارتسکی موزیانه می خندد خبر مرگ احتمالی لئون را که درد به جان لالی خواهد ریخت و لالی هنوز از آن خبر ندارد برای بعد نگه داشته است. لالی می گوید تو جهان رو در آینه خودت می بینی من هم در آینه خودم. من به آینه خودم نگاه میکنم و دنیایی رو می بینم که دنیای تو رو به زیر می بارتسکی لبخندی میزند و میگوید فکر می کنی زنده میمونی که چون این چیزی رو ببینی؟ آره زنده میمونم. بارتسکی دستش را رو روی قلاف تپانچه میگذارد و میگوید من میتونم همین الان آینه تو رو خورد و خاکشیر کنم ولی تو این کارو نمی کنی بارتسکی میگوید زیادی تو سرما بودی خالکو برو گرم شو تا مغزت به کار بیفته و میرود لالی رفتن او را تماشا میکند میداند که اگر همدیگر را در شبی تاریک و در شرایط برابر ملاقات میکردند این او بود که از آنجا دور میشد. اگر می توانست در گرفتن جان این مرد تردید نمی کرد. صبحی در اواخر ژانویه گیتا به سختی از میان برف راه باز می کند و به سوی بلوک او می دود. جایی که لالی گفته بود هرگز نزدیکش نشود. گیتا داد می زند. لالی داره اتفاقاتی میافته. منظورت چیه؟ اس اس ها رفتار عجیبی دارن به نظر دست با چه میان لالی با نگرانی میپرسد دانا کجاست نمیدونم پیداش کن بریم بلوک خودتون و اونجا بمونین تا من بیام ولی من میخوام پیش تو بمونم لالی او را از خود جدا میکند و در فاصله یک دست نگه میدارد. به به گیتا دانا رو پیدا کن و برین بلوک خودتون. به محض اینکه بتونم میام و پیداتون میکنم. باید باید بفهمم چه خبره. هفته هاست تازه واردی نیاوردن. این میتونه آغاز یه پایان باشه. دختر برمیگردد و بیمیل از لالی دور میشود. لالی به ساختمان اداری میرسد و محتاطانه وارد دفتر میشود. پس از سالها دریافت ابزار و دستور آنجا برایش کاملا آشناست. هر جمرجی کامل برپاست. اساسها بر سر کارکنان وحشت زده فریاد میزنند. یک کارمند اس اس به شتاب از کنار لالی میگذرد گذرد. دستان او پر از کاغذ و دفاتر فهرست افراد است. لالی محکم به او میخورد و آنچه در دست دختر قرار دارد روی زمین می ریزد. متاسفم بذار کمکت کنم. حالت خوبه؟ دختر می گوید گمونم دیگه بیکار شدی خالکو. چرا؟ چی شده؟ داریم اردوگاه رو خالی میکنیم کنیم. تخلیه از فردا شروع میشه. قلب لالی تند می تپد. دیگه چی می تونی به هم بگی؟ لطفا. روزها، روزها دارن نزدیک میشن. لالی از ساختمان به سوی اردوگاه زنان می دبد. در بلوک 29 بسته است. هیچ کس بیرون نگهبانی نمیدهد. هنگام ورود بانجا آنجا لالی زنان را می بیند که در انتهای بلوک جمع شدند. سیلکا همانجاست. آنها وحشت زده و پر از سال دور لالی حلقه میزنند لالی میگوید تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که ظاهرا اس اس داره مدارک رو نابود میکنه یکی از اونا به هم گفت که روزها نزدیکند برای دخترها نمیگوید که قرار است کمپ فردای آن روز تخلیه شود زیرا نمیخواهد با بی از اینکه آنها را به کجا میبرند باعث نگرانی بیشتر شود دانا میپرسد به نظرت اس اس با ما چیکار میکنه نمیدونم بیا امیدوار باشیم که فرار کنن و روزها و اردوگاه رو آزاد کنن سعی میکنم خبر بیشتری بگیرم هرچی بفهمم برمیگردم و بهتون خبر میدم بلوک رو ترک نکنین شک ندارم که نگهبانای عاشق شلیک کردن اون بیرون منتظرن دانا نمیدونم چه اتفاقی داره میافته اما حالا که فرصت دارم میخوام بهت بگم چقدر همیشه قدردانم که برای گیتا دوست خوبی بودی میدونم بارها وقتی اون خواسته تسلیم بشه تو بهش انرژی ادامه دادن دادی آنها همدیگر را در آغوش میکشند لالی پیشانی او را میبوسد و سپس به گیتا میسپاردش او به سیلکا و ایوانا رو میکند و هر دو را با هم در آغوش میکشد به سیلکا میگوید تو ترین آدمی هستی که در عمرم دیدم ابدا نباید برای چیزی که اینجا برات اتفاق افتاد احساس گناه کنی تو بیگناهی این رو یادت باشه. دختر بین حق حق گریه جواب می دهد من کاری رو کردم که مجبور بودم برای زنده موندن بکنم. اگه این کار رو نکرده بودم کسی دیگه ای تو دستای اون خوک زجر می کشید. سیلکا من زندگیم رو مدیون تو هستم و هرگز فراموشش نمی کنم. گیتا می گوید هیچی نگو اگه جرأت داری دهن تو باز کن. گیتا نه تو هیچ چی به من نمیگی به جز اینکه فردا منو میبینی این تنها چیزیه که میخوام ازت بشنوم لالی به زنان جوان نگاه میکند و متوجه میشود حرف دیگری برای گفتن نمانده است آنها را وقتی دخترانی جوان بودند به اردوگاه آوردند و حالا هنوز هیچ کدام به 21 سالگی نرسیده شکسته شدند زنانی جوان و زخم خورده او میداند که آنها هرگز زنانی که قرار بود باشند نخواهند شد آیندهشان از مسیر خود خارج شده است و هرگز دوباره به مسیر اصلی باز نخواهد گشت دیدی که زمانی از خودشان داشتند به عنوان دختران خواهران زنان و مادران کارکنان مسافران و معشوقها تا ابد آلوده به چیزی است که شاهدش بودند و از سر گذراندند لالی برای یافتن بارتسکی و گرفتن اطلاعات درباره آنچه فردا صبح روی خواهد داد آنها را ترک می کند. بارتسکی را پیدا نمی کند به بلوک خودش برمیگردد جایی که مردان مجار نگران و مضطربند خبرها را به آنها میگوید اما آرامش چندانی به آنها نمیدهد ماموران اس اس وارد اردوگاه زنان می شوند و با رنگ قرمز روشن پشت پالتوهای دختران علامتهایی نقش می کنند. یک بار دیگر زنان برای سرنوشتی نامعلوم که در انتظار آنهاست نشان می شوند. خیال گیتا، دانا، سیلکا و ایوانا راحت می شود که علامتهای مشابهی دارند. فردا هر اتفاقی بیفتد برای همی آنها خواهد افتاد. یا همگی با هم زنده میمانند یا با هم می میرند. لالی نیمه های شب بالاخره خوابش می برد اما صدای حیاهویی بیدارش می کند. چند لحظه طول می کشد تا سر و صدا به مغزش نفوذ کند. خاطره شبی که کلی ها را بردند در خاطرش زنده می شود. امشب دیگه چه وحشتی در انتظارمونه. صدای شلیک گلوله ها کاملا خواب را از سرش می پراند. پس از پوشیدن کفش و انداختن پتویی روی شانه هایش با احتیاط بیرون می رود. هزاران زن به صف شدند. سردرگمی کاملا پیداست. گویی نه نگهبانان و نه زندانی ها نمی دانند اوزا از چه قرار است. لالی به سرعت صف زنانی را که از سرما و ترس اینکه چه خواهد شد به هم چسبیدند بالا و پایین می کند. اس ها توجهی به او ندارند. همچنان برف می بارد. فرار غیر ممکن است. لالی می بیند سگی پای زنی را به دندان گرفته است و او را روی زمین می کشد. یکی از دوستان زن خم می شود تا به او کمک کند که برخیزد. اما معمور اس اس که قلاده سگ را به دست دارد تپانچه ای در آورده و به زن افتاده شلیک می کند. لالی شتاب می کند. در طول صفها می دود و ناامید جستجو می کند. بالاخره او را می بیند. گیتا و دوستانش به سوی دروازه اصلی رانده می شوند. به همدیگر چسبیدند اما لالی سیلکا را بین آنها پیدا نمی کند. او را حتی در دریای صورتها هم نمی بیند. دوباره روی گیتا تمرکز می کند. او سرش را پایین انداخته و از حرکت شانه هایش لالی میفهمد که دارد گریه می کند. با خود می گوید بالاخره داره گریه میکنه اما من نمیتونم آرومش کنم دانا لالی را تشخیص میدهد و گیتا را بیرون صف میکشد و لالی را نشانش میدهد گیتا بالاخره سر بلند میکند و او را میبیند نگاهشان با هم تلاقی میکند چشمان دختر ملتمس و خیس چشمان لالی پر از غم متمرکز روی گیتا لالی معمور اسس را نمی او قادر نیست از جلوی لوله تفنگی که به سوی او نشانه رفته است کنار رود. قنداخ توفنگ به صورتش می خورد و لالی زانو می گیتا و دانا جیغ می کشند و میکوشند سر جایشان در صف زنان برگردند. فایده ای ندارد در تلاطم و منواج حرکت افراد به بیرون صف پرت می شوند. لالی تقلا می کند روی پا بیستد. از بریدگی بزرگ بالای چشم راستش خون جاری است حالا عصبی در انبوه جمعیت قوطه میخورد و صف زنان شوریده حال را میگردد به دروازه که نزدیک میشود دوباره دختر را در نیم متریش میبیند نگهبانی جلوی او میآید و لوله تفنگش را به سینه لالی میکوبد فریاد میزند گیتا گیتا دنیای لالی در هم می پیچد. با آسمان نگاه می کند که به نظر می رسد هرچه به صبح نزدیکتر می شوند تاریکتر می شود. در میان فریادهای نگهبانان و پارس سگان لالی صدای گیتا را می شنود. فرمان اسم من گیتا فرمانه. لالی جلوی نگهبان که از جایش جم نمی خورد به زانو می افتد و فریاد می زند. دوست دارم. پاسخی در کار نیست لالی روی زانو می ماند نگهبان می رود صدای گریه و فریاد زنان دیگر به گوش نمی رسد سکه پارس نمی کنند دروازه های برکنا بسته شدند لالی زانو زده روی برفی که همچنان به شدت می بارد بر جای مانده است خون جاری از زخم پیشانیش صورتش را پوشانده است حالا دیگر در محبسش تنهاست درمانده است معموری به سویش می آید و میگوید از سرما یخ میزنی پاشو برگرد به لوکت او دست دراز کرده و لالی را روی پا بلند می کند. حرکت مهربانانه دشمن در آخرین لحظات صبح فردا آتش توبخانه و انفجارها لالی را بیدار می کند. او همراه مجارها بیرون می تابد و با اسعسهای اس وحشت زده روبرو می شود زندانی ها و زندانبانان بی توجه به یکدیگر در میان هم میلولند دروازه‌های دروازه های اصلی کاملا باز هستند. صدها زندانی بیان که کسی مانعشان شود از آنجا خارج می‌شوند. شوکه، ضعیف از سوء تغذیه، برخی افتان و خیزان میچرخند و برای فرار از سرما به بلوک هایشان بر لالی از دروازه هایی که قبلا صدها بار به مقصد آشویتس از آن گذشته است خارج می شود. از دودکش قطاری در آن نزدیکی دود به هوا بلند می شود و قطار به راه می افتد. نگهبانان و سگها مردان را جمع می کنند و به طرف قطار حل می دهند. لالی میان جمعیت به دام می افتد و در مسیر جاده به زحمت جلو می رود. درهای واگن او بسته می شوند. او راهش را از میان جمعیت به یک طرف باز می کند و از پنجره به بیرون سرک می کشد. صدها زندانی هنوز بی هدف سرگردانند. قطار که راه می افتد اس, اس را می بیند که به روی بازماندگان آتش می گشاید. او می استد و از میان کرکره های واگن به بیرون خیره می شود. از میان برف سنگینی که بیرحمانه می بارد، کنار را می بیند که آهسته آهسته محو می شود. فصل بیست و پنجم گیتا و دوستانش به همراه هزاران زن دیگر از برکنا و آشویتس از میان مسیری باریک و در برفی که تا قوزک پا را می پوشاند پیش می روند. گیتا و دانا با حد اکثر دقتی که می توانند در اون راه می روند و کاملا آگاهند که هر تقلایی با گلول پاسخ داده می شود. آنها صدها بار می پرسند سیلکا رو ندیدی؟ ایوانا رو ندیدی؟ پاسخ همیشه یکیست. زنان میکوشند با بازوهای در هم قلاب شده از یکدیگر حمایت کنند در زمانهایی ظاهرا متناوب نیستند و با آنها گفته می شود استراحت کنند به رغم سرما روی برف و هر چیزی که کمی به پاهایشان استراحت دهد می نشینند. دستور حرکت که داده می شود بسیاری همانجا می مانند. مرده یا رو به مرگ قادر نیستند گامی دیگر بردارند روز شب می شود و آنها هنوز راه می روند. تعدادشان به تدریج کاهش می یابد که فرار را آن هم پیش چشم مراقب اس ها دشوارتر می کند. طی شب دانا به زانو می افتد. او نمی تواند ادامه دهد. گیتا مدتی پیش او می ماند. زنان دیگر آنها را از دید پنهان می کنند. دانا مدام به گیتا می گوید که او را تنها بگذارد و به راهش ادامه دهد گیتا اعتراض می کند. ترجیح می دهد همینجا با دوستش بمیرد. جایی در لهستان. چهار دختر جوان پیشنهاد می دهند که در حمل دانا به او کمک کنند. دانا قبول نمی کند. آنها می گوید که گیتا را بردارند و بروند. در حالی که مامور اس, اس به سمت آنها می آید، چهار دختر گیتا را بلند می کنند و کشان کشان با خود می برند. گیتا بر و به معمور نگاه می کند که کنار دانا ایستاده است اما بدون بیرون کشیدن تپانچهش راه می افتد. صدای شلیک که به گوش نمی رسد. فکر می کند دانا مرده است. دخترها همچنان گیتا را با خود می کشند. او تقلا می کند دست خود را آزاد کند و به سوی دانا برگردد. اما دخترها مانعش می شوند. در میان تاریکی زنان به سختی راه می روند و حالا دیگر صدای شلیک های گاه به گاه به ندرت شنیده می شود و دیگران بر نمی گردن تا ببینند چه کسی افتاده است. روز که می شود در زمینی کنار خط آهن نگهشان می دارند. قطاری با چند واگن احشام منتظرشان است. گیتا فکر می کند که آنها را اینجا آوردن تا خلاصشان کنند او فهمیده چهار دختری که حالا هم سفرش هستند لهستانی و غیر یهودی دخترهای لهستانی به دلیلی که از آن بیخبرند از خانواده هایشان گرفته شدند آنها اهل شهرهای مختلفی هستند و در برکنا با هم آشنا شدند آن سوی دشت خانه پرت می بیند. پشت خانه جنگلی انبوه سر برآورده است موتور قطار که پر از زغال سنگ می شود اس اس ها دستورات را فریاد می زنند. دختران لهستانی به سوی گیتا می دوند. یکی از آنها می گوید ما می خواهیم به طرف اون خونه فرار کنیم. اگه به همون شلیک کنن همینجا می میریم. اما قصد نداریم دوباره سوار اون قطار بشیم. تو می باهامون با همون بیای؟ گیتا بلند می شود. دخترها بدون نگاه به پشت سر می دوند. سوار کردن هزاران زن از پادر آمده به قطار تمام توجه نگهبانان را به خود معطوف داشته است. قبل از رسیدن دخترها به خانه در گشوده می شود. داخل خانه جلوی آتشی فروزان نقش زمین می شوند. آدرنالین و حس رهایی لبریزشان کرده است. نوشیدنی گرم و نانبان ها داده می شود. دختران لهستانی دیوانوار با صاحبان خانه حرف میزنند و آنها هم ناباورانه سرتکان میدهند گیتا چیزی نمیگوید نمیخواهد لهجهاش این حقیقت را که لهستانی نیست افشا کند بهتر است ناجیان آنها فکر کنند گیتا هم یکی از آنهاست ساکتترینشان مرد خانه میگوید که آنها نمی توانند آنجا بمانند زیرا آلمانی ها مدام خانه را تفتیش می کنند. او با آنها میگوید پالتوهایشان را درآورند و آنها را به پشت خانه میبرد و وقتی برمیگردد های قرمز پاک شدند و پالتوها بوی بنزین میدهند از بیرون مدام صدای تیراندازی میشنوند و با سرک کشیدن از میان پردهها میبیند که همه زنان باقیمانده بالاخره سوار قطار شدند. اجساد روی برف کنار خط آهن پراکندند مرد به دخترها آدرس یکی از بستگانش در روستای مجاور و همچنین نان و پتو می دهد. آنها خانه را ترک می کنند و وارد جنگل می شوند. جایی که شب را روی زمین یخزده سپری می کنند و در تلاشی بیهوده برای گرم شدن به هم می چسبند. درختان بیبرگ پناه چندان مناسبی نیستند. نه برای پنهان شدن و نه از سوز باد. اوایل غروب به روستای بعدی می رسند. خورشید غروب کرده است و لامپهای ضعیف خیابان نور کمی به اطراف می پاشند. آنها مجبور میشوند از آبری آدرس بپرسند. زنی مهربان آنها را به خانه ای که در جست جویش هستند میبرد و کنارشان می ایستد تا در بزنند. وقتی در باز می شود به صاحب خانه می گوید ازشون مراقبت کن و سپس می رود. زنی کنار می ایستد تا دخترها وارد خانه شوند. وقتی در بسته می شود توضیح می دهند که چه کسی آنها را بانجا آنجا فرستاده است. زن تته پته کنان می گوید می دونین اون زنی که باهاتون بود کیه؟ یکی از دخترها جواب میدهد نه. اون زن اس اسه، یه معمور ارشد اس اس. دخترها می فکر می کنی اون معمور میدونه ما کی هستیم؟ اون احمق نیست. شنیدم یکی از بیرحمترین آدم های تو اردوگاه های و سراست. پیرزنی از آشپزخانه بیرون میاید. مادر مهمون داریم. این دخترهای بیچاره تو یکی از اون اردوگاه ها بودن. باید غذای گرم بهشون بدیم. پیرزن قرقر کنان آنها را به آشپزخانه میبرد و پشت میزی مینشاند. گیتا یادش نمی آید آخرین باری که روی صندلی و پشت میزی در خانه نشسته بود چه موقع بوده است. از روی اجاق زن مسن با ملاقه برایشان سوپ پداغ می ریزد و سپس سوال بارانشان می کند. صاحبان خانه معتقدند آنجا برای ماندنشان امن نیست. آنها می ترسند معمور اس اس گزارش حضور دخترها را بدهد. پیرزن خانه ای پیدا کرده و از خانه بیرون می رود. کمی بعد با همسایهی بر می گردد. خانه او هم اتاق زیر شیروانی دارد و هم زیر زمین. زن زم مایل است با اجازه دهد در اتاق زیر شیروانی بخوابند. البته طی روز نمی توانند در خانه بمانند. زیرا هر لحظه امکان دارد آلمانی ها حتی حالا که ظاهرا در حال عقب نشینی هستند خانه ها را بگردند. گیتا و چهار دوست لهستانیش شبها در فضای زیر شیروانی میخوابند و روز را در جنگل های آن حوالی پنهان می شوند. شایه حضور آنها در روستای کوچک میپیچد و کشیش محلی اعضای کلیسا را معمور می کند که هر روز به خانه صاحب غذا ببرند. پس از فقط چند هفته آلمان های باقی مانده با پیشروی سربازان روس مجبور به فرار می شوند. چند سرباز روس در ملکی درست مقابل جایی که گیتا و دوستانش می اقامت می کنند. صبحی که دخترها دیرتر برای رفتن به جنگل از خانه خارج می شوند، به وسیله سرباز روسی که جلوی در ساختمان روبرو نگهبانی میدهد متوقف می شوند. دخترها خالکوبی هایشان را به او نشان می دهند و می کوشند توضیح دهند کجا بودند و حالا در آنجا چه می کنند. سرباز روس با دلسوزی برای وضع رقتبار آنها پیشنهاد می دهد بیرون خانه محل اقامت آنها نگهبانی بگمارد. این بدان معناست که آنها دیگر مجبور نیستند روزهایشان را در جنگل سپری کنند. جایی که زندگی می کنند دیگر یک راز نیست و هنگام رفت و آمد سربازان با آنها لبخند می زنند یا برایشان دستی تکان می دهند. روزی یکی از سربازان از گیتا چیزی میپرسد و پس از شنیدن پاسخ او فوراً متوجه می شود که او لهستانی نیست. گیتا به او می گوید که اهل اسلوواکی است. غروب که می شود مرد به در خانه می زند و مرد جوانی در یونیفرم روسی را به او معرفی می کند که اهل اسلوواکی است. او و گیتا تا شب با هم حرف میزنند. دخترها با ماندن تا دیر وقت شب جلوی آتش شومینه محدودیت های قبلی را کنار می گذارند. سطحی از بیخیالی و آرامش خاطر بر آنها حاکم است. شبی در جلویی به شدت باز می شود و یک روس مست تلو تلو وارد می شود. دخترها در تله می افتند. آنها به وضوح می بینند که نگهبانشان بیرون خانه بیهوش به خواب رفته است. متجاوز تپانچه می کشد و یکی از دختران را پیش کشیده و میکوشد لباسهایش را بر تنش پاره کند. گیتا و دیگران جیغ میکشند. به زودی چند سرباز روس به درون خانه میدوند با دیدن رفیقشان که روی یکی از دخترها خیمه زده است. یکی از آنها تپانچه را بیرون میکشد و به سر مرد شلیک میکند. او و رفقایش مرد مرده را از خانه بیرون میبرند و عذرخواهی می کنند. تحت فشار عصبی شدید، دخترها تصمیم میگیرند از آنجا بروند. یکی از آنها خواهری دارد که در کراکوف زندگی می کند. شاید هنوز آنجا باشد. به عنوان عذرخواهی بیشتر برای حمله شب قبل، یک افسر ارشد روز ترتیبی می دهد تا یک راننده با کامیون کوچکی دخترها را به کراکوف ببرد. آنها خواهر را که هنوز در آپارتمان کوچکی بالای یک بقالی زندگی می کند، پیدا می کنند. آپارتمان پر از آدم است. دوستانی که از شهر گریخته و حالا بی خانمان هستند. هیچ کس پولی ندارد. برای زنده ماندن هر روز به فروشگاهی می روند و هر کدام چیزی می دزدند و از اقلام دزدی شامی مهیا می کنند. یک روز در فروشگاه با شنیدن زبان مادریش از راننده کامیونی که مواد غذایی را تخلیه می کند گوش گیتا تیز می شود. از او می شنود که هر هفته از براتیسلاوا چند کامیون میوه تازه و سبزیجات به کراکوف می آورند. مرد قبول می کند گیتا را با خود ببرد. او و به کسانی که این مدت با آنها زندگی کرده است می گوید که دارد می رود. خدا حافظی با چهار دوستی که با هم فرار کرده بودند بسیار سخت است آنها با او به فروشگاه میآیند و وقتی کامیون حامل او و دو نفر از هموطنانش به سوی میزبانی ناشناخته ره سپار می میشوند برایش دست تکان دهند. از مدتها قبل گیتا پذیرفته است که پدر و مادر و دو خواهر کوچکش کشته شدند اما باور دارد که دست کم یکی از برادرانش باید زنده مانده باشد شاید پیوستن به روزها به عنوان چریک آنها را ایمن نگه داشته باشد در براتیسلاوا مثل کراکوف گیتا همراه سایر نجات یافتگان اردوگاه ها به طور اشتراکی در آپارتمان های بسیار شلوغ زندگی می کند. به او گفته می شود که همه زندانی های بازگشته به امید یافتن بستگان و دوستان گم شدهشان نام و آدرس خود را در صلیب سرخ ثبت می کنند. گیتا نیز همین کار را می کند. بعد از ظهری از پنجره آپارتمانش بیرون را نگاه می کند و دو سرباز جوان روس را می بیند که از بالای حصار پشت ملکی که او در آن زندگی می کند می پرند. وحشت می کند اما نزدیکتر که می شوند برادرانش دو دو و لاتسلو را باز می شنازد. از پله ها پایین می دود. به سرعت در را باز می کند و با همه توانش آنها را در آغوش می گیرد. آنها میگویند جرأت ماندن ندارند هرچند روزها شهر را از دست آلمان ها نجات دادند اما محلی ها به هر کسی که یونیفرم روسی تنش باشد زنینند برای اجتناب از خراب کردن تجدید دیدار کوتاه و شیرینشان گیتا آنچه را درباره سایر افراد خانوادهش میداند پیش خود نگه میدارد آنها خودشان به زودی خواهند فهمید و این چیزی نیست که بشود در چند دقیقه کوتاه دربارهاش صحبت کرد قبل از جدا شدن گیتا آنها میگوید که چگونه او هم یونیفرم روسی پوشیده بود آن یونیفرم اولین لباسی بود که به محض ورود به آشویتس به او داده بودند با آنها میگوید آن یونیفرم به خودش بیشتر میآمد تا به آنها و همگی میخندند فصل 26 قطار لالی بیرون شهر حرکت می کند. او به دیوار کوپه تکه می دهد و با دو کیسه حاوی جواهرات که خطر کرده و درون شلوارش جاسازی کرده است بازی می کند. بیشتر آنها را زیر تشکش جا گذاشت. هر کسی اتاقش را بگردد می تواند پیدایشان کند و برشان دارد. دیر وقت آن شب قطار می و اس های مسلح به همه دستور پیاده شدن میدهند. درست همان گونه که حدود سه سال پیش در برکناو دستور داده بودند. یک اردوگاه و سرای دیگر. یکی از مردان واگن لالی با او پایین می پرد و می گوید من اینجا رو می شناسم. قبلا اینجا بودم. لالی می گوید راستی؟ آره، ماتهاوزن در اتریش به وحشتناکی برکناو نیست اما به هر حال وحشتناکه من لالی هستم منم یوزف هستم از دیدنت خوشحالم وقتی همه مردان تخلیه میشوند، شوند اس اس ها با دست به داخل حلشان میدهند و با آنها می گویند بروند داخل و جایی برای خوابیدنشان پیدا کنند لالی در پی یوزف وارد بلوکی می شود مردان اینجا به شدت گرسنند پوستی بر استخوان با این همه هنوز آنقدر زنده هستند که حس مالکیت داشته باشند میگویند گمشین از اینجا بیرون اینجا جا نداره هر مرد روی یک تخت هر کدام مدعی فضای خود و آماده جنگیدن برای آن به نظر می رسند دو بلوک دیگر نیز واکنش مشابهی نشان می دهند بالاخره آنها بلوکی با فضای بیشتر پیدا می کنند و مدعی سهم خود می شوند وقتی دیگران به دنبال جایی برای خوابیدن با آن بلوک می آیند، آنها نیز همون خوش آمد مرسوم را فریاد می کنند. گمشیم برین، اینجا پره. صبح روز بعد، لالی مردان بلوک های نزدیک خود را می بیند که به صف شدند. می فهمد که قرار است جستجوی بدنی شوند و اطلاعاتی درباره اینکه کیست و از کجا آمده است بدهد. از کیسه جواهرات سه تا از بزرگترین الماس ها را بر می دارد و در دهانش پنهان می کند و در حالی که سایر مردان هنوز دارند جمع می شوند به سرعت به انتهای بلوک می رود و سنگ های باقی مانده را در آنجا پخش و پلا می کند. بازرسی مردان لخت شروع می شود. لالی می بیند که نگهبانان به زور مردان را وادار می کنند که دهانشان را باز کنند. بنابراین الماس ها را زیر زبانش می غلطاند. قبل از اینکه گروه بازرسی به او برسند دهانش را باز می کند. آنها هم پس از نگاهی سطحی از او می گذرند. به مدت چند هفته تمام لالی و باقی زندانی های دیگر هیچ کاری انجام نمی دهند. تنها کار تماشاست. به ویژه تماشای از نگهبان. و سعی می کند بفهمد به چه کسی می توان نزدیک شد و از چه کسی باید اجتناب کرد. گاهی با یکی از آنها حرف میزند، نگهبان تحت تاثیر دانش عالی لالی از زبان آلمانی قرار میگیرد. او درباره آشویتس و برکناو شنیده اما آنجا نبوده است و میخواهد خواهد دربارهش بشنود. لالی برایش تصویری غیر واقعی می سازد. گفتن از ذات واقعی رفتار با زندانیان آنجا برای این آلمانی سودی ندارد او درباره کاری که در آنجا انجام میداد و اینکه چقدر ترجیح میداد کار کند به جای آنکه بیکار بنشیند برای اس اس حرف میزند نگهبان از او میپرسد که آیا دوست دارد بردوگاهی زیر مجموعه ماتاوزن در زوهارکه وین منتقل شود با فکر به اینکه آنجا نمیتواند از این بدتر باشد و اطمینان دادن نگهبان که شرایط آنجا کمی بهتر است و فرماندهش پیرتر از آن است که توجهی نشان دهند لالی پیشنهادش را میپذیرد نگهبان تاکید میکند که این اردوگاه یهودیان را نمیپذیرد بنابراین او باید در مورد مذهبش سکوت کند روز بعد نگهبان به لالی میگوید وسایلت رو جمع کن از اینجا میری لالی نگاهی به دور و بر می کند و می گوید جمع کردم. نگهبان می خندد. تا یه ساعت دیگه با کامیون از اینجا میری. جلوی دروازه باش. اسمت توی لیسته. اسم من؟ آره باید دستی رو که روش شماره نوشته قایم کنی. باشه؟ پس باید به اسمم جواب بدم؟ آره یادت نره. موفق باشی. قبل از رفتن دوست دارم چیزی بهت بدم. نگهبان گیج به نظر می رسد. لالی از توی دهانش الماسی در می آورد. آن را روی پیراهنش تمیز می کند. به او می دهد و می گوید. حالا دیگه نمی تونی بگی که هرگز چیزی از یه یهودی یه نگرفتی. وین چه کسی دوست ندارد وین را ببیند؟ در نوجوانی وین مقصد رویایی لالی بود. خود کلمه رومانتیک به نظر می رسد. پر از سلیقه و فرصت. اما لالی میداند که اکنون این کلمه با چنین مفهومی همخانی ندارد نگهبانان نسبت به لالی و بقیه نورسیدگان بی تفاوتند. آنها بلوکی پیدا می کنند و به آنها گفته می شود چه وقت و کجا غذایشان را دریافت کنند. ذهن لالی کاملا مشغول گیتاست و اینکه چگونه می تواند پیدایش کند. بیش از این نمیتواند انتقال از اردوگاهی به اردوگاه دیگر را تحمل کند. فرمانده اردوگاه را می بیند که به سختی راه می رود و حیران می شود که آن مرد چگونه هنوز نفس می کشد. با نگهبانان رام ترگپ می زند و می کوشد نیروی محرک بین زندانیان را درک کند. وقتی کشف می کند که احتمالا تنها زندانی اهل اسلواکی در آنجاست تصمیم میگیرد با بقیه قاطی نشود لهستانی ها روس ها و ایتالیایی ها سراسر روز کنار هم نشستند و با هموطنانشان حرف میزنند و لالی را نادیده میگیرند روزی دو مرد جوان پنهانی کنار او مینشینند نشینند و میگویند اونا میگن تو خالکو به آشویتس بودی اونا دیگه کیان یکی گفت که تو را از اونجا میشناسه و اینکه تو زندانیا رو شماره می کردی. لالی دست مرد جوان را می گیرد و آستینش را بالا می زند. شماره ای وجود ندارد. به مرد دوم رو می کند و می گوید شما چی؟ شما اونجا بودین؟ نه من اونجا نبودم اما چیزی که اونا میگن حقیقت داره؟ آره حقیقت داره. من خالکوب بودم. خب که چی؟ هیچی فقط پرسیدم. پسرها می روند. لالی به خیال بافی خود مشغول می شود. او اس, اس هایی را که نزدیک می شوند نمی بیند تا اینکه او را محکم می کشند و برپا می کنند و دست بسته به ساختمانی در آن نزدیکی می برند. لالی جلوی فرمانده پیر می ایستد که به یکی از معموران اس اس اشاره می کند. معمور آستین لالی را بالا می زند و شماره اش دیده می شود. فرمانده می پرسد تو آشویتس بودی؟ بله قربان اونجا خالکوب بودی؟ بله قربان پس یهودی هستی؟ نه قربان من کاتولیکم فرمانده ابرویی بالا میدهد جدی؟ نمیدونستم تو آشوویتس کاتولیکم داشتن قربان اونو از همه مذاهب داشتن به اضافه جنایتکاران و سیاسی ها تو جنایتکاری؟ نه قربان و یهودی هم نیستی نه قربان من کاتولیکم تو دو بار جواب ندادی فقط یه بار دیگه میپرسم یهودی هستی نه نیستم بذاریم بهتون ثابت کنم پس از گفتن این جمله لالی بند شلوارش را باز میکند و با این کار شلوارش روی زمین می افتد انگشتانش را درون در لباس زیرش میبرد و میخواهد آن را هم پایین بکشد فرمانده میگوید بسه لازم نیست ببینم باشه میتونی بری لالی شلوارش را بالا می کشد. آرام نفس بکشد. زیرا نفسهای تندش او را لو خواهند داد. بعد به شتاب از دفتر خارج می شود. در دفتر بیرونی خود را روی یک صندلی پرت می کند. معموری پشت یک میز داری به او نگاه می کند و میپرسد: حالت خوبه؟ آره خوبم. فقط کمی سرم گیج میره. میتونی امروز چندمه؟ امروز بیست دومه نه سبر کن بیست و آوریله چرا؟ هیچی همینطوری ممنونم خداحافظ بیرون لالی به زندانی ها که کاهلانه دورو بر محوطه نشستند و نگهبانانی که حتی تنبلتر از زندانی ها به نظر می رسند نگاه می کند. سه سال. شما سه سال از زندگی منو نابود کردین. اجازه نمیدم یه روز بیشتر به این کار ادامه بدین. پشت بلوک ها لالی در امتداد حصار راه می رود. تکانش می دهد و دنبال نقطه سستی در حسار می گردد. طولی نمی کشد که جایی پیدا می کند. حسار سیمی از سطح زمین جدا می شود و او می تواند آن را به طرف خود بکشد. بدون نگرانی از اینکه کسی او را ببیند از ایران بیرون می خزد و آرام دور می شود. جنگل او را از دید گشت های آلمانی پنهان می کند. در اعماق جنگل صدای قررش توپ ها و شلیک توفنگ می شنود. نمی داند به سمت صداها برود یا بر خلاف آن فرار کند. طی آتش کوتاه صدای جریان آبی به گوشش می رسد. برای رسیدن به آن باید به تیراندازی ها نزدیک شود. اما او همیشه جهتیابی خوبی داشته است و مسیر را درست ارزیابی می کند. اگر روزها یا حتی آمریکایی ها آن سوی آب باشند او با کمال میل خود را با آنها تسلیم خواهد کرد وقتی نور روز جای خود را به غروب می دهد لالی می تواند نور آتش توپ خانه را در دور دست ببیند با این همه می خواهد به آب برسد و اگر بشود پول و راهی برای خروج پیدا کند وقتی به آنجا می رسد به یک رودخانه برمیخورد کنارش می ایستد و به صدای آتش توپ ها گوش می دهد. باید روس ها باشند. به سوی شما می آیم. آرام در رودخانه شنا می کند. سعی می کند با ضربات دستش آب را زیاد آشفته نکند تا اگر در معرض دیده است کسی متوجهش نشود. مکس می کند. سرش را بالا می آورد و گوش می دهد. صدای شلیک ها نزدیک تر می شود. زیر لب می گوید لعنتی دیگر شنا نمی کند و می گذارد جریان آب او را مستقیم از زیر آتش متقابل دو طرف حمل کند درست مثل یک تکه چوب یا جسدی که توجهی را جلب نمی کند وقتی احساس می کند که از منطقه خطر عبور کرده است دیوان بار به سوی ساحل دور شنا می کند از آب بیرون می آید و بدن خیسش را میان درختان می کشد. سپس دوچار لرز شدیدی می شود و از هوش می رود. این کتاب ادامه دارد.